بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، محترم سامین گرامی، برادر از مهربان، شنوندگان عالی قدر، چیونه که میدونین هر روز به سمع شما حدیث از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قرائت میکنیم و به سمع شما میرسونیم. امروز هم خواستم حدیث و سخنای از دین، از اسلام و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما برسانم. محترم سامعین گرامی، برادر از مهربان، شنوندگان عالی قدر، ما و شما امروز در یک ماهی پر برکت، ماهی رحمت قرار داریم، ماهی که واقعا هر یک اجر، هر یک کار خیر 70 مراتبه بیشتر حسابیده میشه برای آدم میکرده گیرم. همین گونه نفل ها به فرض مبدل میگردن، فرض ها 70 مراتبه بیشتر اجر پاداش به انسان ها، به مسلمان ها، به آدم های میکردگی نوشته میشوند. از همین خاطر هر یک مسلمان در هر جایی که باشه کوشش و تلاش میکنه که در همین ماهی مبارک رمضان تمام کارهای خیر بیشتر و بیشتر بکنه. همین ای که به برکت همین ماه مسلمان ها عموما 80-90 بلکه 95% مسلمان ها، حتی که 100% مسلمان ها کوشش میکنن زکات رو در همین ماه ادا کنن، در همین ماهی پر برکت ادا کنن تا که ثواب شو 70 مراتبه بیشتر حسابیده شود. همینه که ما و شما همه میبینیم که مسلمان ها در روی جهان کوشش تلاش میکنن که زکات های خود رو ادا کنن و شریعت هم برای این که این ماهی پر برکت های ماهی مساوات و ماهی خوشحالی و ماهی خسندی باشه برای هر یک کس، برای داراها، برای بایی ها لازم گردند، واجب قرار داد تا که صدقه فطر ادا کنند برای غریبا را، تا که آنها هم در این ماهی پر برکت در خرسندی و در دارایی و در این روزهای پر برکت او هم خرسند باشند. همین ای که از جانب ببینیم صدقه فطر واجب قرار داده شد در این ماه که باید داده شود پیشا پیش نماز عید، و از جانب دیگر ثواب ها، هر یک ثواب، هر یک کار خیر 70 مراتبه بیشتر کرده شد تا که مسلمان ها در کارهای خیر بیشتر و بیشتر با ترغیب و با تشویق کارهای خیر بکنند. و متاسفانه این سال میبینیم که در تمام جهان یک وبای عالمگیر تمام عالم پریشان کرده، یک وبا، یک کسلی، یک ویروسی که تمام عالم در لرزه و در حیرت و در حالت استراب و حالت خطرناک قرار داده شده. و همین گونه در تاجیکستان ما هم مردم در یک حالت خطرناک واقع هستند، احتیاج به کمک هستند، احتیاج به دعا هستند، احتیاج به دستگیری هستند، احتیاج به دارو و دوا هستند. اما متاسفانه در وطن ما شما میدونیم که غربت تمام چهار اطراف را گرفته. غربت مردم اکثرا قوت یک روزش را کار میکنن اگر کار کنن، که اگر در این قرنطینه ها و در این حالاتی که هم جا را فرا گرفته، همه جا باید محکم باشن، باید کار نکنن، در خونه‌هاش بشینن، پس در این حالت بدونین که او غریبا در چه یک حالت گرفتار میشوند. ما به ذریعه این ویدیو از هر اور یک برادری که مسلمان هست در هر جایی که هست، خصوصا در خارج، برادرای مسلمان، برادرایی که اقلا قوت یک روزه شو دارن، التماس میکنم که ما و شما بیاین دستگیری هموطنان خدمت کنیم.
دستگیری او مسلمان ها و او برادرهایی که در تاجیکستان ما هستند و در این روزها در یک مشکلات قرار دارند. خیر از اینکه رمضان باشه ما باید دستگیریشو کنیم، لیکن حالی رمضان هست، پاداش ما هر یک کار خیر ما ده چند هزار چند 700 هزار تا 700 هزار هم زیاد میشود. پس بیاید بعد از مهربان زکات میدهندیم، زکات میدهنده زکات خود چه ادا کنه در وطن ما، صدقه فطر میدهدگی صدقه فطر ادا کنه. شخصی که زکات به او را فرض نشده، صدقه فطر به او را واجب نشده، پس صدقات نافله ادا کنیم. هر قدر کوشش میکنیم، هر قدر که دست میاد کوشش تلاش کنیم تا که آنها را دستگیری کنیم. واقعا سخت ضرورتمندن، هر یک کس میدونیم چی یک حالات خطرناک گرفتار به مردم تاجیکستان. انشاءالله به دستگیری یک دیگر انشاءالله ای وبا پشت سر میشوه و انشاءالله در نامای اعمال هر یکی ما و شما اجر پاداش به حد زیاد نشته میشوه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که از صدقه تو ترد بالبلا. چگونه که ما در تاجیکو میگیم که صدقه را دی بلا، این همین گونه نیست، این بلکه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله، فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله که واقعا صدقه بلا را رد میکنه. صدقه شر نیست که باید حجم کلام باشه، سوم کلام باشه، حتی که یک اندک چیزم که اگر برای الله صدقه کرده شوه با اخلاص داده شوه، او هم در نزد الله عزوجل یک اجر، یک مقبولیت خاص، یک قبولیت خاص برای آدم میدهندگی را میگیره میتیه. از همین خاطر هر کسی که در هر جای هستیم، همو از همه بیشتر از همه زیادتر همو خشتباری که محتاجن به آنها فکر کنیم، از اون کلانتر به همو قشلاق و به همو دیهاتی که هستیم آنها را فکر کنیم، از اون بیشتر همسایه قشلاق و همو رایان و همو ولایتی که هستیم. بالاخره هر یک از ما اگر همین گونه فکر کنیم، انشاءالله که در تاجیکستان هیچ کس نیازمند نمیمونه. چگونه که عالم میگه که اگر مسلم، اگر ثروتمندای مسلمانان، بایای مسلمانان فقط زکات خودشو ادا کنن، در دنیا یگان غریب نمیمونه، یگان غریب مسلمان نمیمونه که دیگه به او را زکات داده شوه، چون که او هم صاحب مستحق زکات میشوه اگر بایای مسلمان ها زکات خودشو ادا کنن. لیکن متاسفانه این گونه این چنین نمیکنن. لیکن بیاید برادر از مهربان ما و شما کنیم، هر قدر که داریم، یک سوم داریم، دو سوم داریم، یک نون داریم، دو نون داریم، هر قدر که داریم کوشش کنیم دستگیری مردمی که در تاجیکستان هستن بکنیم. شو واقعا سخت ضرورتمندن، بسیار سخت ضرورتمندن. بدون این کرونا، بدون این کسلی ها، بدون این وبا، عموما مردم تاجیکستان نیاز به دستگیری هستن همه وقت. اما متاسفانه در ضمن ای با این کسلی ها این وبا اومدگی هایی که اصلا کار نیست، بار نیست، اصلا مصروفیت نیست، دیگه خطو بدونه که برادر از مهربان چی گونه یک حالات خطرناک مردم گرفتار هستن. دیگه امید دارم که انشاءالله هر کسی که هستیم در هر جای که هستیم کوشش تلاش کنیم در تاجیکستان نیازمندای تاجیکستان ما دستگیری کنیم. ما میبینم هر یک ملت در خچه یک سخنگو و یک متکلم، یک ادوکات، یک وکیل داره که برای آنها سخنگو میشوه و حالات حقیقی و مردم خچه بیان میکنه. اما متاسفانه ملت نجیب شریف تاجیکستان یک سخنگوی حقیقی نداره که همچی یک ادوکات میشوه برای مردم در تمام عالم. میبینم که مردم هندوستان هست، یک هندوستانی که در خارج برای آنها را، برای نیازمندای آنها را یک ادوکاتی میکنه، یک وکیلی میکنه، یک کفالت میکنه، کفیل میشوه، جمعگیر میکنه، به آنها را دستگیری میکنن. همین گونه مردم افغانستان یا دیگر ملت ها. اما تاجیکستان ما متاسفانه این گونه یک وکیل خوب ندیدیم که برای آنها را غم بخورن. وکیل خوب باشن اگر در وطن، متاسفانه از سببی که باید حالات خوب نشون بدین، نیازمندی مردم را ظاهر نمیکنن. یا ای که چندین برادرایی که کوشش تلاش کردن که حالات حقیقی مردم را به طریق ویدیوها در یوتیوب نشون بدین تا که نیازمندی و نیازمندها ظاهر شوه و مردم خیرخواه او را بشناسند، دستگیری کنن، متاسفانه آنها را هم که از
محکم کردن، کانالش رو محکم کردن. دیگه از این خاطر بیاید برادر از مهربان، هر یک از ما از همو خشتبار خدمت، از همو قشناق خدمت سر کنیم، ببرسیم کی نیازمند، چند قیب بتونیم دسکری کنیم تا که اقلا همین رمضان به خوبی و به شکم سری و به یک خرسندی بگذرونن و انشاءالله الله جلال خالق همه ما و شما و پروردگار همه ما و شما چگونه که الله جلال به ما داده به آنها را میتیه، اما به اون نیازمنده الله جلال امروز نداده تا که الله میخواه ما و شما را امتحان بگیره، کسایی که دارن آنها را امتحان بگیره که تو داشته بنده من به او بنده که نداشت من ندادمش تا که تو را امتحان بگیرم، چرا به او ندادی؟ دیگه از این خاطر بیاید برادر از مهربان، ای ماهی پر برکت های، ماهی خیر ثواب های، ماهی صدقه های، ماهی صبر های، ماهی مساوات های، ماهی برابری و برادری های، این ماه حقیقی بدونیم، عمل خیر کنیم، صدقه هر چی زیادتر بتونیم صدقه کنیم و خصوصا هموطنانی که در تاجیکستان محکم هستن، در قرنطینه هستن، کس در کسر و بیماری هستن، در هر نیازمندی، در هر حالاتی که هستن کوشش و تلاش کنیم آنها را دستگیری کنیم تا که الله جل از ما و شما خرسند شوه، خوشحال شوند و تمام خیر خوبی برای ما و شما در دنیا و آخرت نصیب بگردد. سبحانک اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.